السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب، السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لبيك يا داری آشنا با این که هستی قریب، نمیشه از لطف تو سائلی بی نصیب، مثل زهیر و بره شبیه هر و حبیب، عشقت شدم تا برام شی طبیب، اگر چه نوکری بدم برا تو، از کوچیکی سینه زدم برا تو، دلم میخواد به یاد کام خوشکت با لب تشنه جون بدم برا تو. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله رب العالمین، خدای متعال این توفیق رو داد، این عمر رو داد که امشب شب زیارتی آقا سید الشهدا سلام الله علیه با برنامه منم مشترکم به صورت زنده و مستقیم استدیوی بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام از همجواری محرم و مرقد مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه در خدمت شما بزرگواران باش. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام. خدا رو شکر که این شب جمعه هم این توفیق حاصل شد از جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما بزرگواران باشیم. انشاءالله که با زیارتهایی که امشب از طریق شبکه امام حسین علیه السلام انجام میدید حال دلتون خوب خوب بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر. الحمدلله مجددا توفیق شد تا در شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام با برنامه منم مشترکم در خدمت شما عزیزان باشیم و همچنین در خدمت کارشناسان و مجریان برنامه. عرضم به خدمت شما این که اگر در کنار تصویر بنده به وضوح تصویر
گنبد گلدسته آقا ابوالفضل عباس رو نمیبینین، دلیلش این هست که مه اومده زیارت. حالا من اینطور میام، آقای بهنام سراپا اینجا ایستادن و تصحیح میکنن اگر در کلامم عیبی باشه، و خیلی هوای مهالود و زیبایی و رؤیایی و حال هوای خیلی زیبایی رو داریم در شهر مقدس کربلا. حیف که فقط نمیتونیم تصویر گنبد را از این قابی که دارید بنده رو مشاهده میکنیم بهتر به شما بدیم. علی حال دوستان بنده در پخش زنده در خدمت شما عزیزان هستم، تصاویر دیگری از گنبد گلدسته به شما تقدیم میکنن، تصاویری از ذریح با صفا و دلربای آقا سیدالشهدا و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. دوستان عزیزی که منتظر هستن انشالله بسم الله بگن تا لحظاتی دیگر انشالله لایو اینستاگرام روی صفحه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام شروع میشه و میتونید بیایید زیارت کنید. از همگی از همین ابتدای برنامه التماس دعا داریم انشالله که شب خوبی رو بتونید در خدمت شما عزیزان سپری کنید. خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم. و اما راه های ارتباطی شما بزرگواران با شبکه جهانی امام حسین، مخصوصا برنامه منم مشترکم، شما خیلی راحت میتونید گوشی هاتون رو بردارید و شماره گیری بکنید. 2-0-964-770-292-0-910 و 2-0-964-773-318-306 در اختیار شما و تمامی اون عزیزانی هست که شما این شماره ها رو بهشون هدیه میدید. انشاءالله تماس میگیرن خدمت آقا سیدالشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام، عرض سلام و عرض حاجت و تبریک ایام ولادت خواهر بزرگوارشون حضرت زینب کبرا رو انشاءالله میدن و اعلام اشتراک میکنن خدمت آقا سیدالشهدا. انشاءالله هر اون چه که سلام دادید و دلتون شکست، ماها رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. بنده هم عرض تبریک و تهنیت دارم ایام بزرگداشت میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت تمامی شما حسینیان در سراسر عالم. اولین تماس امشب رو میگیریم، بفرمایید از کجا بودن؟ سرکار خانم یزدانی از ورامین، سلام علیکم. سلام آجاقا، خسته نباشید. متشکرم، وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا علیه السلام رو به شما و به همه دستن در کاران شبکه امام حسین بس آقا سید الشهدا ابوالفضل العباس تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. احسنتم. بفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام. ممنون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك علیک من سلام الله ابدا ما بغیت و بغی الملیل و النهار و لا جعله الله آخر الاهل منی لزیارته. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا باب الحوائج یا الفضل العباس. السلام علیک یا حضرت زینب کبرا. السلام علیک یا حضرت بغیه. السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا جان یا سید الشهدا تبریک عرض میکنم میلاد خواهرت. آقا جان امشالله سرور آقا امام سمون، امشالله سلامتی همه مریضا و نیابت همه رفتگان ما قبول که از ما. آقا جان الهی آمین، انشالله که حاجت روا بشه، انشالله همه حاجت روا بشه. الهی آمین، زیارتتون قبول باشه. یا علی مدد. سرکار خانم یزدانی هم روی پرچم نوشته شد، خوش به سعادتشون. تمامی شما بیننده های محترم میتونید اسم خودتون یا عزیزانتون، کسانی که دوستشون دارید رو تماس بگیرید یا به شماره های روابط عمومی که زیرنویس شده
پیام بدید در واتساپ یا تلگرام و روی پرچم مطهر امام حسین علیه السلام نوشته بشه، یا اینکه برخی از بیننده‌ها هستند که در شب جمعه به یاد اموات و گذشتگانشون هستند، میتونن در یک چنین شبی تماس بگیرن و نام اموات و گذشتگانشون رو بگن که روی پرچم مطهر یا حسین نوشته بشه. این پرچم وقتی که پر شد از اسامی، مجدداً به حرم امام حسین علیه السلام برده میشه و همراه با اسامی شما شبکه های ذریح شش گوشه و مقدس امام حسین علیه السلام رو لمس میکنه. خب و اما تماس بعد رو دریافت بگیریم. از ورامین بریم به طرف قزوین، سرکار خانم نادری. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت آقای میر خلف زاده. علیکم السلام. دعا تبریک میگم. ممنونیم. میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا علیه السلام رو بهتون، همچنین بقیه خادمین شبکه امام حسین. میخوام سلام بدم خدمت آقا عبدالله. بفرمایید، بهترین کار همینه، ما هم به شما التماس دعا داریم. محتاجیم. ممنون. السلام علیک یا ابا عبدالله و ارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الله ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا باب الحوائج یا حضرت ابوالفضل. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. السلام علیک یا حضرت زینب. السلام علیک یا حضرت رقیه. السلام علیک یا حضرت زهرا. السلام علیک یا حضرت امیرالمومنین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. اللهم عجل ولیک فرج. اللهم عجل ولیک فرج. اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه سرکار خانم نادری. ابا فضل، میلاد با سعادت حضرت زینب رو بهتون تبریک میگم. یا ابا عبدالله. ممنون. التماس دعا. خواهش میکنم، دعاگوتون هستیم. اسم شما روی پرچم مقدس یا حسین نوشته شد. انشاءالله شاهزاده حسین شهرستان قزوین مشرف شدید، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. ممنونیم از تماستون. تماس بعد از اروپا هست، از کشور آلمان. سلام میکنم به سرکار خانم رقیه. سلام علیکم آقای آقا. وقتتون بخیر. میخواستم سلام بدم آقای امام حسینو. بفرمایید زیارت سید الشهدا. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم. السلام علیک یا بیبی فاطمه زهرا یا سیدت نساء العالمین. السلام علیک یا ابو الفضل العباس. السلام علیک یا سقای تشنه لب. السلام علیک یا زینب کبرا دختر علی مرتضی. السلام علیک یا عزیزت الحسین بیبی رقیه. السلام علیک یا امام الزمان یا صاحب الزمان یا شریک القرآن. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله الاخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. لبيك يا حسين لبيك يا حسين. زيارتتون قبول باشه، ان شاء الله که حاجت روا بشید. تماس بعد رو سرکار خانم فولادی از شیراز. سلام میکنم به شما. سلام علیکم. وقتتون بخیر. خسته نباشین. مرسی. متشکرم. سلامت باشین. خوبین؟ سلامتی؟ الحمدلله. خیلی از برنامه‌تون راضی هستم. ایشالله که خدا کمکتون کنه. سال به سال بهتر بشه این برنامه. ایشالله. انشالله که امام زمان عجل الله فرجه از همه ما راضی باشن. یا امام زمان. یه سلامی خدمت آقای امام حسین. بله بفرمایید. زیارت شب جمعه. خیلی مهم.
بله بله. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. السلام علی یا حضرت عباس علام دار حسین. السلام علیک یا زینب کبرا. السلام علیک یا حضرت رقیه. السلام علیک یا آقا امام زمان. السلام علیک یا موسی بن جعفر. السلام علیک یا باب الحوائج. انشاءالله خدا کمکتون کنه، انشاءالله خدا حفظتون کنه. یه دعایی هم برای ما بکنین، دختر پای بخت داریم، پسر داریم. انشاءالله که به نام مقدس حضرت عقیله بنی هاشم سلام الله علیها که این ایام متعلق به ایشون هست و ایام میلاد با سعادت ایشون هست، همه جوانها خوشبخت و عاقبت به خیر بشن. حاجت روا باشید انشاءالله، ما هم دعاگو و نایب و زیاره شما هستیم. ما اما تماس بعد رو بگیریم، از آلمان برگردیم طرف کشور ایران، شهر تهران، سرکار خانم فرشچی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، احوال شما؟ ممنونم، متشکر. ایام ابو عبدالله حضرت زینب و به شما و خانواده محترمتان اعضای شبکه تبریک عرض می کنم. ان شاء الله که سید الشهدا به برکت خواهر عارض ما هم برای همه بینندگان تمام آرزوهاشون رو خاطر و زیبا میکنن از برکات سید الشهدا، چون سید الشهدا مسیح عالم هستن، تمام عالم و خداوند به وسیله سید الشهدا همه رو نجات میده. من این زیارت رو به نیابت از تمام اسیران خاک، اسیران بیوارث، بدوارث، تمام پیر غلامان، کنیزان که همه واسه سید الشهدا گریه کردن، خدمت کردن، به نیابت از اینا همه که در آسمان ها هستن، چهره در نقاب به خاک کشیدن، این زیارت رو تقدیمشون میکنم. السلام علیک یبن رسول الله. السلام علیک یبن فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین. السلام علیک یبن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم. السلام علیک یا ابو عبدالله فعلا العروف لیل و نهار ولو جعل الله آخر العهد منی زیارت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی زینب الحسین و علی ابا الفضل الحسین و علی رقیه الحسین و علی سکینه الحسین و قاسم ابن الحسن صلوات الله و سلامه علی. اگه اجازه بدید مامان من سلام بدن. خواهش میکنم بفرمایید مادر هم سلام بدن. خیلی ممنون، خیلی ممنون. التماس دعای مخصوص از شما عزیزان. انشاءالله دعاگوتون هستیم. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم یا ابا عبدالله. سلام علیکم ابن رسول الله. سلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن فاطمه الزهرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس به نیابت پدر مادر. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا قمر بنی هاشم. یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبول باشه مادر، انشاءالله زیارتتون. خیلی ممنون. انشاءالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر صحیح و سالم و همراه با خانواده مشرف بشید کربلا. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد. سلام میکنم به سرکار خانم طاهره از اتریش.
خیلی ممنون. سلام بر شما، سلام بر همکارای شما، ایدم تبریک میگویید شما که ایدی خوبی خوشی داشته باشین. احسنتون، بنده هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. خیلی ممنون، تشکر لطفت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبدالله. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا أبو الفضل عباس يا أمير المؤمنين. السلام عليكم يا قمر بن ياشين. السلام عليكم أختك الحوراء زينب. السلام عليكم أزيزة الحسين رقية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بني أبدي مادرم بني أبدي فدرم بني أبدي مادر شوارم بني أبدي فدر شوارم بني أبدي خانوادم بني أبدي بداشام بني أبدي بچام. خدایا انشاءالله این مریضی کرونا رو سر تا سر دنیا برطرف کنه. الهی آمین. های کشوری باز بشه که مشرف بشیم بیان به دیار ابا عبدالله الحسین. اسمی ما رو بنویس به پرچم، اسم بچه‌های ما به پرچم بنویس. خیلی ممنون. زیارتتون قبول باشه. اسم شما هم آقای میرخلف‌زاده لطف میکنن. بله نوشته شد روی پرچم. انشاءالله که حاجت روا باشید. و اما تماس بعد از شهر کرمان. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای میخلص‌زاده. علیکم السلام. به کربلا خوش اومدید. سلام عرض میکنم. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا بهنام و شما. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونی، متشکرم. خوش به سعادت شما که در جوار آقا امام حسین هستیم. الحمدلله رب العالمین. دعاگوتون هستیم. زنده باشین. خیلی ممنون. خاک چپت پای تمام زوار امام حسین رو سرمه چشمم میکنه. خواهش میکنم. بفرمایید خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام داشته باشید. چشم. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین و علی زوار حسین و علی انصار حسین. السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا بابا حوائز یا اول فضل عباس یا ابل فضل عباس یا ابل فضل عباس. در سر تمام حوائطم اول ظهور آقا امام زمان، اول ظهور امام زمان. اللهم عجل لولیه کل فرج. امشب شب خیلی خوبیه. حاجه خیلی خوبیه. مادر سادات امشب دست به پهلو وای ساده به زوار امام حسین خوش آمد میگه. واقعا شب خوبیه، شب زیارتی آقای امام حسینه. خوش به سعادتشون آقای علمی خلف داده. برای همه ما دعا کنید. از دعای خیر شما و بقیه عزیزان هست که الحمدلله توفیق زیارت داریم. انشاءالله دعاگوتون هستیم. ممنونیم از تماستون سرکار خانم حسن خانی. یا علی مدد. تماس بعد از کشور ایران، از شهر یزد. سلام میکنم به آقای علی رضا. الو. سلام علیکم. سلام علیکم، شب بخیر، خسته نباشید. عاقبتتون بخیر، متشکرم. صدای شما به طور مستقیم در شهر کربلا پخش میشه. بفرمایید زیارت شب جمعه. نایب زیاره باشه از طرف ما. السلام علیکم. خواهی سلام بدیم خدمت آقا. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا سید النساء والفاطمه. یا حسین، یا حسین، زیارتتون قبول باشه. انشاءالله که حاجت روا بشید. یا علی مدد. سلامت بشید. زنده باشید. تماس بعد از کشور آمریکا. سلام میکنم به سرکار خانم سروری. سلام، وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هستم. وقت شما خوش. زلیمین سروری هستم از نیوجرسی امریکا صحبت میکنم. یک جهان تشکر از پروگرام زیبایتان. منم مشترکم از شما، از زحمت های شما و همچنان از بعد بی بی زینب و تولدشان بر شما تبریکی میتم.
احسنتم، متشکرم از لطفتون. ما انجام وظیفه میکنیم، این توفیقی است که خدای متعال به ما عنایت کرده که خدمتگزار محبین امام حسین علیه السلام باشیم. صدای شما از نیوجرسی یا آمریکا به طور مستقیم در شهر کربلا پخش میشه، بفرمایید زیارت شب جمعه. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیکم یا خیر الله و ابن خیر، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمه سید نساء عالمین، السلام علیکم یا استار الله و ابن سامین و الوتر الموتور، السلام علیک و علی الحروای التي حلت بثنایک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیه و بقیه لیل و النهار. و یا ابا عبدالله، التماس دعا داریم از شما به تمام فامیل و با ما همچنان. زیارتتون قبول باشه، ما هم انجام وظیفه میکنیم، دعاگو و نایب زیاره شما و تمامی بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام هستیم. دارن زیارت کنن. خیلی متشکرم، بفرمایید زیارت کنیم. قبول باشه، در پناه خدا باشه. عرضم خدمت شما این که خدا قوت. دوستان عزیزی که همراه ما هستن الان روی لایو، محبت کنن هم پایین رو نگاه کنم هم بالا، من اینطوری بگیرم هر دو بزرگوار ببینن. البته دوستان اینستاگرام هم توجه کنم، من با دوربین خودم دارم صحبت میکنم با دوستانی که الان دارن ما رو از طریق ماهواره میبینن. مثل هر هفته بیایید شیر کنید لایو اینستاگرام شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو، فقط به یک دلیل و اون هم این که بتونید در زیارت خیلی از عزیزانی که توسط شیر کردن لایو اینستاگرام شبکه امام حسین علیه السلام توفیق زیارت پیدا می کنند وصل بشن به زیارت و شریک باشید. آقای میر خلفزاد، اسامی که روی پرچم می نویسند اسامی هست که دوستان عزیزی که تماس می گیرند یا اینکه پیام واتساپی می دن و اعلام اشتراک می کنند می نویسن. دوستانی که در روی اینستاگرام هستن و اعلام میکنن که اسم ما رو بنویسین، چرا اسمشون نوشته میشه؟ نوشته نمیشه، فقط به این دلیل هست که باید به واتساپ برنامه منم مشترکم پیام بدن و اسم رو اعلام بکنن، به خاطر اینکه چندین بار هم عرض کردم اسامی و پیام ها سریع و سیر میره بالا. ممنونم از اتاق فرمان که تصویر آقای میر خلفزاده رو داد. آقای میر خلفزاده، جدای از این که امشب مشغول نوشتن اسامی شما عزیزان هستن، آقای کارگردان ممکنه تصویر آقای میر خلفزاده رو بدین؟ من هم تصویرشون رو بدم. آقای میر خلفزاده الان این یه دونه اسمم، آره لطف کردن امشب اسامی خیلی ها رو میرسن. من چند تا اسم دارم، انشالله بعد برنامه میگم خدمتتون. شخصی هست، دوستانی که اینستاگرام هستن بعد میان بالا. خب انشاءالله در خدمت شما هستم امیر جان. بله، میخواستم یه نکته ارسم. آقای میر خلفزاده که محبت میکنن الان دارن اسامی رو مینویسند، امروز روز تولدشون بوده و من از همین تریبون اعلام میکنم که تولدشون مبارک. البته واسهشون سورپرایز نبود، به خاطر اینکه قبل از اینکه بیایم پخش جشن تولد مفصل براشون گرفتیم با حضور جناب استاد بهنام. خیلی خب. ممنونم از لطف همه. بزرگوارین، سلامت باشین. چون میدونم دوستان براشون جالب هست این موضوع. الان ای حالن بر روی فیسبوک و یوتیوب هم در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیزی که میخوان بیان زیارت میتونن از این طریق بیان زیارت. عرض کردم 10-12 راهی رو مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و شبکه امام حسین علیه السلام برای شما در نظر گرفته تا بتونید زیارت کنید. بسم الله بگید، توسل کنید به سید الشهدا علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام تا گشایش بشه در گرفتاری ها، در گرفتاری های همه بشریت. یکی از نکاتی که این هفته در برنامه معراج گذشت این بود که جناب استاد بهرمن در گوشه از بیانشون اعلام کردن که یکی از خصوصیت های مسلمانان این هست که دعا میکنن برای همه مردم جهان. شیعیان امیرالمؤمنین دلشون برای همه جهان
میتپه. انشالله که دفع بلا بشه از همه بشریت. الهی آمین. به یمن حضور شیعیان امیرالمومنین بر روی کره زمین و راه زیارت برای شما عزیزان باز بشه. همچنین دوستانی که همراه ما هستن شبهای جمعه با این برنامه در خدمت آقای میر خلف‌زاده باشیم تا من دوستان دیگری که از طریق اینستاگرام هستن بیارم بالا و زیارت کنم. ممنونیم امیر جان. و اما تماس بعد رو بگیریم. خب سرکار خانم اسکندرزاده از تهران. سلام علیکم. ولادت حضرت زینب رو خدمت شما و همه عزیزان تبریک میگم. بفرمایید خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام داشته باشید. ممنون. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبول باشه سرکار خانم اسکندرزاده زیارتتون. انشاءالله هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. اسمتونم روی پرچم مقدس یا حسین نوشته شد. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سرکار خانم مریم از اسقم مقدس. سرکار خانم مریم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. خسته نباشید. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى زينب الحسين وعلى ابا الفضل العباس الحسين وعلى ابا صالح المهدي الحسين جميعا برحمه الله وبركاته. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه سرکار خانم مریم. اسم شما پرچم مقدس آقا سید الشهدا سلام الله علیه نوشته شد. ان شاء الله حاجت روا باشید و هر اون چه که توفیق زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رو پیدا میکنید ان شاء الله بینندگان و ما رو از دعای خیرتون فراموش نمیکنید. ممنونیم از تماستون. میخوام شما رو دعوت کنم ببینید تصاویر بین الحرمین رو مرتب دارید میبینید ولی واقعا امشب تصاویر خیلی زیباست. با هم ببینیم صحنه هایی که کمتر دیده میشه در طول سال. امشب فضای شهر مقدس کربلا مهالوده و همچنان زائرین آقا سید الشهدا در حال تردد هستن. از حرم آقا سید الشهدا خارج میشن میرن طرف حرم آقا امام حسین. از حرم آقا ابوالفضل العباس خارج میشن میان این طرف. علی کل واقعا جای همگی شما خالیه کربلای معلا. و اما تماس بعد رو بگیریم باز از اروپا کشور آلمان. آقای وحید سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. خدمت شما آقای میخلف‌زاده و همکارانتان میلاد با شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت میگم. بعد السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابن رسول الله. السلام علیکم یا قمر بنی هاشم. السلام علیکم یا خاندان ائمه. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. آقا وحید انشالله حاجت روا باشید و
هر چه زودتر مشرف بشید کربلا صحیح و سالم به اتفاق خانواده. اجازه بدید من اسم شما رو بنویسم روی پرچم مقدس آقا سید و شهدا نوشته شد. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سرکار خانم خالدیان از زاهدان، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا، التماس دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا حضرت ابو الفضل. اللهم قبول باشه انشاءالله زیارتتون. شما دستن در کنار شبکه جهانی امام حسین، اجرتون باقای امام حسین باشه که این شبکه جهانی رو تو دنیا به اشتراک گذاشتین. خیلی خیلی التماس دعا دارم ازتون حاجی آقا، دستتون درد نکنم. خواهش میکنم خواهرم، ما هم دعاگو و نایب و زیارتون هستیم. ولی من همیشه در پخش ها عرض کردم تشکر اصلی رو از خدا بی بی فاطمه زهرا و شما بزرگوارانی که دارید این مجموعه رو حمایت مالی میکنید. ما توفیق این رو داریم از کربلای معلا به صورت زنده و مستقیم خدمت همه عزیزان در سرتاسر دنیا برنامه تولید بکنیم و پخش بکنیم. انشاءالله همگی موفق باشید. ممنونیم از تماستون. تماس بعد از آمریکا. سلام میکنم به سرکار خانم سروری. سلام عرض میکنم آقا. وقتتون بخیر. وقتی شما هم بخیر. سرکار خانم دقایق قبل تماسی داشتیم که همنام شما بودن، خانم سروری از نیوجرسی بودن، شما از تگزاس هستید، از بستگان شما هستن؟ من نه خیلی، با من نمیشناسم ایشونو. اتفاقا خودم تعجب کردم که سروری بود، گفتم فکر کنم بعد یک بودم. بله شباهت نامی هست، فقط تشابه اسمیه. به هر حال صدای شما به طور مستقیم الان از تگزاس آمریکا در شهر مقدس کربلا پخش میشه. بفرمایید زیارت امام حسین. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و ابن سید الوسیطین، السلام علیکم فاطمه زهرا سیدت نصار الان، السلام علیکم یا صاحب ابن ساره و المتر المدود، السلام علیکم علی علی ابن الحسن علی اولا علی اصحاب الله، السلام علیکم یا قمر بنی هاشم و الفضل عباس آب و تبار، السلام علیکم نبی کبرای مدار و السلام علیکم سلام علیکم امام زمان همه خوابه بود. دو تا مریض کرونایی دارم، خواهرم دست دارم. انشاءالله که به حق زیارت امام حسین علیه السلام تمامی بیماران کرونایی و بیماران دیگر شفای عاجل خدای متعال عنایت کنه، زیارت شما هم قبول باشه انشاءالله. تماس بعد رو میدید. خدمت شما عرض کنم کارگردان محترم، اگر چند دقیقه همکاری کنن با بنده، میخوام از فضای استودیو بریم بیرون. تصاویری رو که در برنامه دیدید، فضای مهالود شهر مقدس کربلا رو یک بار دیگه با هم ببینیم. گنبد مقدس امام حسین یا آقا ابوالفضل رو نشون بدید در این هوای مهالود. بله، برخی بیننده ها هم البته سوال کردن که این دودا چیه در کربلا؟ دود نیست، فضای مهالود هست. از شب گذشته تا به الان این مه در شهر کربلا و برخی شهرهای دیگر کشور عراق هست. میخوام عرض کنم که شهر مقدس کربلا همه چیزش با برکته. میخوام خدا رو قسم بدم به برکت این وقت و این ساعت که فضای شهر کربلا مهالود است،
انشاءالله به برکت نام مقدس سید الشهدا، به برکت نام مقدس عقیله بنی هاشم سلام الله علیها، آن گناهانی که قلب ما رو مهالود کرده و احاطه کرده، غبارآلود کرده، اجازه نمیده که فرکانس های مثبت الهی رو دریافت کنیم، انشاءالله به حق این وقت و ساعت، به حق این لحظات، به حق این فضای بسیار بی نظیر، فضای مهالود شهر کربلا، خدای متعال تمامی این گناهان را از همه ما ببخشد و بیامرزد. بله، تشکر میکنم از کارگردان محترم برنامه که دوستان تصویربردار هم زحمت میکشن در جای جای شهر مقدس کربلا برای اینکه شما را همراه کنن و شما قرار بگیرید در این حال و هوا و این فضایی که الان زائرین امام حسین علیه السلام هستند و انشاءالله شما هم به زودی مشرف بشید کربلا و جزء زائرین سید الشهدا باشید. تصاویر رو به صورت زنده و مستقیم از بین الحرمین مشاهده میکنید و از دیگر جاهایی که دوستان ما در پشت بام استودیوی شبکه امام حسین و دیگر جاهای کربلا، تصویربرداران شبکه امام حسین علیه السلام مستقر هستند. دو تا مطلب دیگه میخوام از کارگردان محترم خواهش میکنم و تشکر میکنم از شما بیننده های محترمی که صبوری میکنید این دقایق رو. میخوام خوب در این حال و هوا قرار بگیرید. شب جمعه این فضای مهالود شاید برای کمتر زائری اتفاق افتاده باشد که در کربلا بوده باشد و این فضا رو دیده باشد، فضای مهالود رو. حالا باران کربلا، عرض کردم هر چیزی که اتفاق میفته اینجا مبارک هست و برای زائران خاطره انگیز هست، حتی این فضای مهالود. عرض کنم که کارگردان امکانش هست که بریم داخل حرم زریهای مقدس رو ببینیم؟ انتخاب با شما، زریه آقا ابوالفضل یا زریه زریه مقدس سید الشهدا رو کارگردان محترم انتخاب کردن و میبینید. ببینید بیننده های محترم، بعضی شبها و حالا شبهای جمعه یا شبهای دیگه عرض می کردم که 4 ردیف، 5 ردیف، 6 ردیف زائر اطراف ذریح ششگوشه امام حسین و آقا ابوالفضل علیه السلام هستن. الان شما این تصویر رو مشاهده بکنید، کسی می تونه محاسبه بکنه که چند ردیف هستند؟ کل فضای رواق و اطراف ذریح مقدس سید الشهدا رو زائرین فرا گرفتند، مملو و از زائر است. خدا رو میخوام قسم بدم به دستان زائران سید الشهدا علیه السلام که الان دراز شده به سمت ذریح ششگوشه و مقدس سید الشهدا و حلقه میزنند دستان و انگشتان خودشون رو در شبکه های ذریح سید الشهدا علیه السلام. میخوام خدا رو قسم بدم به این لحظه، خدایا در دنیا و آخرت دستان ما رو از دامان مقدس سید الشهدا علیه السلام کوتاه مگردان. الهی آمین. خوش به حال این زواری که الان در این شب جمعه اطراف ذریح مقدس سید الشهدا هستند و تحت قبه سید الشهدا هستند و خوش به سعادت شما بیننده های محترم که همراه و همگام هستید با زائران امام حسین و زائران آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. عرض کردم دو مطلب، یه مطلب دیگه هم هست که میخوام خواهش کنم از کارگردان محترم. یادتونه بیننده های محترم، خب اول تصویر آقای غفوری رو کارگردان میگن که ببینیم. میشه من سلام بدم به نیابت بینندگان؟ شما همین تصویر رو نگه داریم. بله. ممنون شما. السلام علیک یا مولا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. السلام علیک یا مولا یا ابوالحسن یا انیس النفوس ایها المدفون بعرض طوس السلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم، واقعا من لذت زیارت بینندگان عزیزی که از طریق اینستاگرام میان کربلا رو ششیدم.
کارگردان هم التماس دعا دارن، دوستان اتاق فرمان رو فراموش نکنید. ما هم داریم کست، بله کست برنامه منم مشترکم و دوستان ما در مجموعه رسانه محسن علیه السلام که دستشون کوتاه از زیارت نزدیک آقا علی ابن موسی رضا هم داغو هستن. علاوه بر این که دوستانی که از اینستاگرام الان وصل شدن هم سلام دادن و التماس دعا دارن. ممنونم از این که ما رو همراهی کردین از حرم امام رضا. سلامت باشین، خیلی ممنون. یا علی خدا نگهدار. هفته قبل بیننده های محترم، تصویربردار شبکه امام حسین علیه السلام که مستقر هست، یکی از تصویربرداران در بین الحرمین حرکتی زد که بعد از اون سیل تماس ها و پیام های شما بیننده های محترم بود که روانه شبکه امام حسین علیه السلام شد و من قبلش گفتم تصویربردار کاری میخواد بکنه که دل شما میلرزه. چه کسانی که مشرف شدن کربلا و براشون تداعی خاطره میشه، چه کسانی که مشرف نشدن. باز هم میخوام خواهش کنم از کارگردان محترم که با تصویربردارانی که در بین الحرمین هستن هماهنگ کنن، چند قدمی رو تصویربردار شبکه امام حسین علیه السلام به نیابت شما عاشقان امام حسین در بین الحرمین این خیابان عاشقی قدم بزنند. ای جانم ای جانم، خوش به سعادت شما بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام. این قدم ها به سمت حرم مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام در بین الحرمین همین الان در بین الحرمین انجام شد. چند قدم تصویربردار راه رفت به نیابت شما بیننده های محترم. انشاءالله که خودتون هم به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین باشید و در بین الحرمین قدم بزنید. انشاءالله انشاءالله نسبت قسمت و نصیب و روزی همه عزیزان باشه. تماس بعد رو دریافت کنیم از اصفهان، سرکار خانم جعفری. سلام علیکم. سلام، حال شما آقای میرخلف زاده؟ ممنونم. التماس دعا خواهش میکنم. یه حاجتی دارم، حتما حرم میرید برام دعا کنید. انشاءالله ما دعاگوتون هستیم، اما الان شما خودتون صداتون الحمدلله وارد کربلا شده، خودتون با آقا سید و شهده عرض حاجت داشته باشید. اسم بچه هم میخواستم روی پرچم امام حسین بنویسید، مرضی رضوان هادی. چشم چشم، بفرمایید. شما سلام بدید، من مینویسم. انشالله بفرمایید. سلام بدید سرکار خانم جعفری. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت النساء العالمین جمیعا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، یا ابا الفضل العباس یا ابا الفضل العباس، حاجتمون از خدا بخواین. انشالله بیایم کربلا، خدا آخر عاقبتمون رو بخیر کنه، خدا پدر مادر و پدر شوهر مادر شوهرامون رو ببخشه و بیامرزه. به نیابت اونا هم انشاءالله گوشی لحظه آقای میرخلف زاده التماس دعا. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم یا السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا قمر بنی هاشم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا قبول باشه ان شاء الله، حاجت روا باشه و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا ان شاء الله. ممنونم از تماستون، ان شاء الله دعاگوتون هستیم. یا علی مدد. تماس بعد از کشور ترکیه. سلام میکنم به سرکار خانم نبیزاده. خانم نبیزاده صدای من رو دارید؟ ببخشید من خانم نیستم، آقاستم. آقای نبیزاده معذرت خواهی میکنم. وحیدالله استم، وحیدالله قیاسی. بله آقای وحیدالله از آلمان. بله بله از برلین آلمان. قطع شد. آقای وحیدالله از آلمان، کدام شهر آلمان هستید؟ برلین. اصلا برلین آلمان. از برلین الان
صدای شما به طور مستقیم در کربلا پخش میشه. بفرمایید زیارت سید و شهدا علیه السلام. سلامت باشین. خود حضرتان با ابی عبدالله خواستم که تولدی میلاد با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بر شما و کارمندایتان تبریک و تهنیت بگویم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا باب الحوایج، السلام علیکم یا چارده معصوم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم کل ولیک الفرج، اللهم کل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. زیارتتون قبول باشه ان شاء الله که حاجت روا باشید. یا علی مدد. بنده هم یک بار دیگه به تمامی شما بیننده های محترم، ایام میلاد عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. تماس بعد رو بفرمایید. تماس بعد از تهران هست. سلام میکنم به آقای محمد. تماس آقای محمد وصل نشد. تماس ترکیه رو میگیریم. سرکار خانم نبیزاده سلام علیکم. سلام علیکم آجی آقا، وقتتون بخیر. میلاد زینب را برای تمام هموطن و شیعان جان تبریک میگم و همچنان بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا فاطمه سیدت النساء العالمین، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بی بی زینب، السلام علیک یا قمر مای بنی هاشم، ابوالفضل عباس، السلام علیک علی اصغر جان، علی اکبر جان، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اللهم اجر ولیک الفرج، اللهم اجر ولیک الفرج، اللهم اجر ولیک الفرج. زیارتتون قبول باشه ان شاء الله که به زودی مشرف بشید کربلا. یا علی مدد. سلام میکنم به سرکار خانم جوهری از آمریکا. سلام علیکم. وقتتون بخیر. تشکر، سلامت باشین. از کدام ایالت آمریکا هستید؟ بله، از آمریکا ویرجینیا. بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. تشکر از شما. السلام علیک یا عبدالله حسین علیه السلام، السلام علیک یا باب الحوائج علیه السلام، السلام علیک یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، السلام علیک یا بی بی زینب کبری سلام الله علیها، السلام علیک یا چهارده نور مقدس علیه السلام، السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان علیه السلام. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج. قبول باشه زیارتتون. و اما تماس بعد رو دریافت کنیم از تهران، سرکار خانم پور سفری. سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم صدای بنده رو دارین؟ ظاهرا تماسشون قطع شد. و اما تماس بعد رو بگیریم از کشور امریکا، جناب آقای اقبال. سلام علیکم. خب تا بیاد تماس وصل بشه انشاءالله. جناب اقبال صدای بنده رو داریم؟ بله بله، سلام، شما میشنوید؟ سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. تشکر از شما. اول تشکری میکنم. من اسم من اقبال سروری است، از نیوجرسی صحبت میکنم. سلام احترام برای همه شما، برای چینل شما. از شما یک جان تشکری میکنم. میخوام یک سلام خواهش برای میکنم.
السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا عباس، السلام علیکم یا حسن، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا فاطمه زهرا، السلام علیکم یا رسول الله. آجا آقا اسم من اقبال است، اقبال سروری از نیجرسی گفت میزنم. اسم را توی پرچم نوشتم جناب آقای اقبال، انشاءالله حاجت روا باشید. آقا امام حسین من سه بار خودم، من را میخوایی که اونجا بیایم یک التماس دعا با من حتما داغو و نایب زیارتون هستیم انشاءالله. ما تشکری میکنم، خداوند شما را اجر بده. تشکر یک جهان، تشکر. خواهش میکنم. سلام یا علیکم. علی مدد، خدا نگهدار شما. تماس بعد از کشور ایران، سرکار خانم لیلا از بروجرد. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید. جواب شما بفرمایید. زیارت امام حسین علیه السلام. سلام السلام علیه حسین بود و علا اصحاب حسین و علا زیدین حسین و علا عباس حسین و علا مادر حسین و علا امیر المؤمنین. اسم حاج آقا بی زحمت روی پرچم بنویسید و اسم خواهرام و اسم مادرام انشالله خیر ببینید. بله آقای میر خلفزاده لطف میکنن روی پرچم امام حسین علیه السلام من نمیسن. اسم خانم لیلا رو نوشتم. بله دو اسم دیگری هم که فرمودید مادرتون و خواهرتون، بفرمایید که اسامی رو بنویسن روی پرچم. تماسشون قطع شد. خب مجددا حالا یا تماس میگیرن با روابط عمومی یا پیام میدن و اسامی رو انشاءالله نوشته میشه روی پرچم. تماس بعد رو بفرمایید. سلام میکنم به آقای محمدیان از شوش دانیال. سلام آقا، خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید. میلاد تولد با سعادت حضرت زینب را به شما و تمامی شیعان جهان به خصوص آقای امام زمان تبریک و تحیه از میکنم. احسن تولد صحب. آقای میخواد تبریک میگم. تولد آقای میخواد دادم تبریک میگم ان شاء الله به خود و خانوادهشون. ممنونم، متشکر برادر. خدا ان شاء الله طول عمر با عزت به شما و خانوادهتون بده و در خدمت اهل بیت باشه. سلامتی به همه شما بدن. بس بچه اعضای شبکه امام حسین که سر مردم رو میره آقا میرسد ان شاء الله. خواهش می‌کنم بفرمایید خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام. بنیت خودم خانواده محمدیان و خانواده سگان برید رو پرچم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبد الله و علی ارواح التي هلت بفعال علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت الليل و النهار و نجعل الله آخر بالعهد منی بزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جميعا رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا کمال بیا شما و کمال بیا شما یا بابا الحوائج. السلام علیکم یا فاطمه بنت خیر آجا و در شما در نکنه قبول باشه. سلامتی بهتون بده. ممنون، متشکریم. در شما در نکنه خانواده محمدیان و خانواده سگمر رو پرچم بریسید. در شما در نکنه یا علی. آقای میر خلفزاده می نویسم خانواده محمدیان. تشکر میکنم از تماستون یا علی مدد. خوش به سعادت شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام که در هزینه های این شبکه شما سهیم هستید. در طول هفته می بینید شبانه روز چه برنامه هایی پخش میشه، نه فقط از شبکه امام حسین یک به زبان فارسی، از چهار شبکه دیگر امام حسین علیه السلام به زبانهای مختلف انگلیسی، عربی، اردو و ترکی برنامه های متنوع و مختلف تقدیم بیننده های محترم در سراسر دنیا میشه و شمایی که سهیم هستید در هزینه های شبکه امام حسین در تمامی زیارت هایی که در این شبکه ها در این پنج شبکه انجام میشه سهیم هستید. تمام
خیرات و نیکی هایی که انجام میشه شما سهیم هستید، خوش به سعادتتون و این دغدغه رو اصلا نداشته باشید. باز هم اطلاع دادن از واحد روابط عمومی که برخی بیننده ها پیام میدن یا تماس میگیرن که ما در فلان منطقه دور افتاده هستیم، در فلان قاره هستیم، در فلان کشور، در فلان روستا، چطور مبالغ و هدایای خودمون رو به شبکه امام حسین برسونیم. از این جهت هیچ دغدغه ای نداشته باشید، کافیه فقط به این شماره هایی که زیرنویس شده پیام بدید یا تماس بگیرید. دوستان ما در واحد روابط عمومی شما رو راهنمایی میکنن. راه های مختلفی هست برای رساندن هدایا و تبرعات و نظوراتتون به شبکه امام حسین علیه السلام که شما رو در این زمینه راهنمایی میکنن. خب تماس بعد رو دریافت کنیم. سرکار خانم علافیان از بندر انزلی، سلام علیکم و رحمت الله. الو، صدای شما رو داریم سرکار خانم. سلام بدم الان. بفرمایید، بهترین کار همینه خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید المؤمنین، السلام علیک یا حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، السلام علیکم حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام، السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. میلاد حضرت زینب سلام الله و امام حسن حسین علیهم السلام تبریک میگم. شما همه دستان داران زحمت میکشین تبریک میگم. دست شما در نکنه. من میخواستم دو تا جوانم که از دنیا رفته اسمش نت پرچم برای من بینیزیم. بفرمایی سرکار خانم علافیان. یکی داوود شعبانزاده، هر دوتا هم ازدواج نکرده بودن، یکی هم مهدی شعبانزاده. اجازه بدید داوود و مهدی شعبانزاده. چشم، میخواستم یه دونه شماره کارت من به من بدین، من اونجوری بلد نیستم این سامو اینا رو. فقط یه شماره کارت اگه به من بدین، من هر وقت دستم میرسه من میخوام شبکه امام حسین رو کمک کنم. انشاءالله گوشی دستتون باشه. عزیزان روابط عمومی خدمت شما تقدیم میکنن راه های فرستادن نزوراتتون رو. انشاءالله حاجت روا باشید. ممنونیم از تماستون سرکار خانم. یا علی مدد. سلام میکنم به سرکار خانم حسینی از آمریکا. سلام علیکم آجی آقا، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. کدام ایالت هستید شما؟ ما در شیکاگو. شیکاگو. ولایت شیکاگو. و الان صدای شما به طور مستقیم در شهر کربلا پخش میشه. در این شب جمعه شما زائر سید الشهدا هستید. بفرمایید زیارت. تشکر یا السلام علیکم یا امام حسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام مولاد حسین، السلام علیکم حباب حسین، السلام علیکم یا قمر یا شم یا حبل فضل عباس، یا زینب کبرا، السلام علیکم رقیه، السلام علیکم بقیه. یا حسین، یا حسین، زیارتتون قبول باشه. قبول حق باشه. آجی آقا نام پدر مرا مادر مرا در روی پرچم امام حسین بفرمایید. اسامیشون رو. نام پدرم حسین علی. بله. نام مادرم فاطمه. مادرشون فاطمه. فاطمه، انشاءالله حاجت روا باشید خواهر بزرگوارم. زیارتتون قبول باشه. انشاءالله که به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین باشید، شما و تمامی بیننده های شبکه امام حسین و عاشقان سید الشهدا علیه السلام. سرکار خانم سفری از تهران با ما هستن، سلام کنم به شما. سلام، خسته نباشید. خانم سفری صدای من رو دارید؟ بله بله. سلام عزیزم، خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید. باشید. وقت شما هم بخیر باشه. ولادت امام حضرت زینب رو بهتون تبریک میگم. احسنتم، متشکرم.
بفرمایید در این شب جمعه زیارت کنید سید الشهدا علیه السلام رو. بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین. السلام علیکم امیر المؤمنین. السلام علیکم آقا اصل الابد. که بله تا حالا نیومدیم. انشاءالله که به زودی مشرف بشید. این زائرانی که مشاهده میکنید اطراف ذریح مقدس سید و شهدا، اطراف ذریح آقا ابوالفضل در بین الحرمین و تمامی خیابانهای منتهی به بین الحرمین مملو و از جمعیت زوار هست. انشاءالله شما هم به زودی مانند همین زائرین مشرف بشید کربلا. تماس بعد از کشور ایران، از کرج. سلام میکنم به سرکار خانم شیما. الو سلام. سلام علیکم، وقتتون بخیر. منم به نوبه خودم تولد عبد زینب و به شیعیان همچنین به امام زمان تبریک میگم. احسنتم. بفرمایید زیارت شب جمعه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی العباس الحسین و علی زینب الحسین علیهم السلام. بله لطف میکنین اسم منم تو پرچم بنویسید. بله نوشتم. اسم خانم شیما روی پرچم مقدس یا حسین نوشتش. اسم مادرتون هم بفرمایید. اسم اعظم. اسم پدرم هم مرحوم یدالله. بله اسامی روی پرچم نوشته شد، اگر تصویر شبکه رو داشته باشید اسامی رو میبینید، زیارتتون هم قبول باشه انشاءالله که حاجت روا باشید. تماس بعد. سلام میکنم به آقای هداوند از آمریکا. سلام علیکم. آره شما خوبه جناب، خسته نباشین. سلامت باشید. تماس دعا داریم. ممنون از برنامه های خوبتون. انجام که خود زیاد کنه مشتری های شما رو. از کدام ایالت آمریکا هستید؟ من از مریلند هستم خدمتتون. بسیار عالی. مریلند و الان زائر امام حسین هستید، هم نوا و هم گام با زائران امام حسین علیه السلام. خودتون رو اطراف ذریح ششگوشه سید الشهدا علیه السلام ببینید و زیارت کنید سید الشهدا علیه السلام. بله بله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خیلی ممنون، متشکر. التماس دعا داریم انشاءالله که فراموشمون نکنید. انجام وظیفه میکنیم، دعاگو منایب و زیاره هستیم انشاءالله که به زودی مشرف بشید کربلا. تماس بعد از کشور ایران، از شیراز سرکار خانم ایزدی. سلام علیکم خانم ایزدی. تماسشون قطع شد. خواهش میکنم آقای میرخلف‌زاده اسمشون رو روی پرچم بنویسن. بله چشم. انشاءالله که حاجت روا باشن ایشون. وصل شد تماسشون. بسیار عالی. خانم ایزدی از شیراز سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشین. التماس صدا. متشکرم، سلامت باشید. الان صداتون در کربلا به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. خودتون بفرمایید زیارت کنید امام حسین علیه السلام. تبریک دارم خدمت آقا ابا عبدالله الحسین رسول خدا، حضرت زهرا و امیر المؤمنین آقا ابوالفضل، تولد حضرت زینب خاتون. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابا الفضل العباس يا امير المؤمنين يا باب الحوائج جميعا، باب الحوائج ترى بعزه
پهلوی یا با کل مریضان اسلام شفای خیر بده. این درد بی درمونی که کرونا به حق آبروی مادر پهلوی شکسته از خدا بخواه که ایشالله تمام جهان الهی آمین، مخصوصا بلاد مسلمی به حق آقا امام زمان فرج امام زمان انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج، زیارتتون قبول باشه انشاءالله که شما هم حاجت روا باشه. بیننده های محترم، هر هفته شبهای جمعه عرض کردم، باز هم عرض خواهم کرد، هزاران بار خواهم گفت، در برنامه های مختلف خواهم گفت، جمعیتی که میبینید در کربلا زائران امام حسین علیه السلام اطراف ذریح های مقدس رو میبینید در پخش زنده و در برنامه های دیگر هم میبینید در طول شبانه روز پخش زنده هایی که از شبکه های امام حسین علیه السلام هست، جمعیت فوق‌العاده زیادی که به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف میشن در کربلا، در شرایطی که اکثر کشورهای جهان همچنان درگیر کرونا هستند. اعتقاد راسخ به اهل بیت، اعتقاد راسخ به قداست و پاک مطهر و مطهر بودن حرمهای اهل بیت علیهم السلام نتیجهش همین میشه که این جمعیت زیاد در طول شبان روز زائران سید الشهدا علیه السلام مشرف میشن کربلا، به راحتی زیارت میکنند و الحمدلله الحمدلله خبری هم از کرونا نیست. و در چنین شرایطی که مردم و عاشقان اهل بیت علیهم السلام بیشتر نیاز دارند به معنویت، بیشتر نیاز دارند به حضور در حرمهای اهل بیت، بیشتر نیاز دارند به مشرف شدن کنار ذریح‌های مقدس اهل بیت علیهم السلام و امامزاده‌های مطهر، در چنین شرایطی حدود یک سال هست که در کشور ایران متاسفانه همچنان ذریح‌های مقدس امام رضا علیه السلام، ذریح مقدس حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، شاه عبدالعظیم و دیگر امامزاده ها همچنان بسته هست متاسفانه. باز هم عرض می کنم این تجربه یک ساله عراق رو عملی کنید در دیگر کشورها به ویژه در کشور ایران و خواهید دید که با مشرف شدن مردم به زیارت چگونه آمار کرونا پایین تر خواهد آمد، همان گونه که در کشور عراق این تجربه به جهانیان ثابت کرد در ایام محرم، در عاشورا، در اربعین و الان که چند ماه از اربعین میگذره الحمدلله کربلا همچنان مملو و از زائران امام حسین علیه السلام هست. تماس وصل میکنید؟ سلام میکنم به آقای ابراهیم از چهار محال و بختیاری. سلام علیکم استاد بهنام عزیز، اسعد الله ایامکم و ایامکم، وقتتون بخیر. تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را خدمت آقا امام حسین، آقا قمر بنی هاشم و قادمین شبکه جهانی آقا امام حسین. احسنتم، درود بر شما. بفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام. لطف میکنید اسم منم رو پرچم بنویسید؟ بله، آقای میرخلفزاده لطف میکنن آقای ابراهیم رو اسمشون رو مینویسن، شما هم بفرمایید زیارت. آقای میرخلفزاده تبریک عرض میکنم تولدتون ها. ممنونم جناب آقای ابراهیم، انشاءالله حاجت روا باشید. اسم حضرت عالی روی پرچم مقدس نوشته شد. لطف کنید اسم، لطف کنید اسم برادر من بنویسید، محسن را دستون در نکن. بله چشم، ابراهیم و محسن. بفرمایید زیارت کنید آقا سید الشهدا رو. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل الابرات و اسیل الکربات. سلام من به حسین و به کربلای حسین، تمام عالم امکان شود فدای حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس ای الابد الصالح
المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا زينب الكبرى يا بنت علي المرتضى يا جبل الصبر أم المصائب. السلام عليك يا رقي يا بنت حسين الشهيد يا عزيزة الحسين. السلام عليك يا قائم آل محمد يا أبا صالح المهدي يا صاحب الزمان. أسعد الله أيامكم يا صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج. زيارتتون قبول باشه آقای ابراهیم، خوش به سعادتتون که در این شب جمعه صداتون در شهر مقدس کربلا پخش شد. انشاءالله حاجت روا باشید. از کشور ایران به فرانسه میریم. سلام کنم با آقای نوری. سلام علیکم و رحمت الله آقا. وقتتون بخیر. شب شما بخیر آقا. خدا از کدام شهر فرانسه هستید؟ من از پاریس فرانسه. از پاریس. صدای شما الان به طور مستقیم در کربلا پخش میشه. بفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام. ممنون، لطف کردین آجا خدمت شما و برای همکارای عزیز شما. سلام عرض ادب دارم. متشکرم از لطف شما. مولود حضرت زینب سلام الله علیها را برای شما و امام زمان سجل الله تعالی برای شریف میگم. السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين إمام المؤمنين. يا حسين يا حسين. السلام عليك يا رسول الله. يا حسين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من فضل الله. زیارتتون قبول باشه انشاءالله که حاجت روا بشید. اسمشون چی بود؟ یا علی مدد. آقای نوری از فرانسه اسمشون، لطف کنید روی پرچم بنویسید. بله. این هم نوری. خب اجازه میدید من یه گزارش کوچولو راجع به این که امروز هم کمتر حرف زدم بگم که اسامی که شما بزرگواران داده بودید تا این لحظه همش روی پرچم مقدس یا حسین نوشته شد. اگر که ملاحظه بفرمایید در حدود 5 صفحه هست، همش رو بنده نوشتم روی پرچم مقدس یا حسین. البته علامتایی هم که میبینید یه گذاشتم که دوباره به قول معروف قاطی نشه. امیدواریم که هر جا هستید صحیح و سالم باشید و حاجت روا. و اما شما بزرگوارانی که مشترک مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هستید، میدونم منتظر هستید بدونید هفته آینده زیارت عاشورا به نام چه عزیزی پخش میشه. حالا نمیدونم اگر پنل قرعه کشی آماده هست عنایت میکنید یا اینکه آقای غفوری صحبتی دارن، من در خدمتشون هستم. خواستم واقعیت خب صدام بازه. خب عرضم به خدمت شما این که از ابتدایی که وضع کردم من هدم خوب شد یا هدم باید بیشتر بشه؟ از ابتدایی که بینندگان عزیز رو وضع کردم از این طرف در اینستاگرام، یک سری از بینندگان نوشتن که ما پیام میفرستیم، اسم خودمون رو میدیم به شماره که انتهاش 910 هست روی واتساپ. و من رفتم اتاق فرمان تو این دقایقی که موبایل رو گذاشته بودم روی استند فقط تصویر حرم رو نشون بده، پیگیرشم دوستان اتاق فرمان گفتن که شماره ای که اعلام شده همین شماره ای هست که داره برای شما چه راکورد قشنگ دارم. داشتم با آقای میخربزاده میگفتم که اربیستون دارین کم و زیاد میکنین اینجا پیدا. این خودم تو دوربین خودم پیدا بودم. خودت دیگه، این سوتی خودت بود دیگه. خیلی خوبه، طوری نیست. قشنگی برنامه من هم مشترکم با آزاد بودن ماست. علی ای حال این بینندگان عزیز الان اعلام میکردن که آره میپرسیدن که ما چرا اسم میفرستیم و اصلا پیام باز نمیشه. اتاق فرمان گفتن همین شماره هایی هست که الان داریم جواب میدیم. پس اینها اسمشون میمونه در طول هفته میشه بگید که بله بله
آره الان قسمتی از این اسامی همون اسامیه که در طول هفته هم برای ما فرستادن. الان من 5 تا صفحه حداقل تو هر صفحه 40 تا اسم هست و حقیقتا پرچم امشب میتونم بگم پر شد دیگه. اون بالا هاست که من دستم نمیرسه یا این پایین هاست که باید بشینم. هفته من جامو با شما عوض میکنم اگر اجازه بدید. من شما اونجا بهتر میتونید کار انجام بدید انشاءالله. این رو میگذاریم برای عزیزانی که بلندتر قامت‌تر هستن. جوابی که دادین برای بینندگان خواهش میکنم. و اما یه توضیح بدم راجع به قرعه کشی زیارت عاشورا که به چه صورت میشه فرد وارد این قرعه کشی بشه. عزیزانی که اعلام اشتراک میکنن به صورت ماهانه به طور منظم و مرتب نظورات خودشون رو در وجه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام واریز میکنن، حالا از طریق سفیر از طریق شماره حساب هایی که داریم در اقصا نقاط دنیا و راحت ترینش همین از طریق صرافی ها هست و البته تمام این موارد رو عزیزان روابط عمومی خدمت شما عرض خواهند کرد. کافی شما از طریق واتساپ یا تلگرام و یا پیامک به همین دوتا شماره که زیرنویس هست 2096470 2992 0910 و 2096470 3183 هست اعلام بکنید. عزیزان شما رو راهنمایی میکنن در هر کجای این کره خاکی که هستید دغدغه نداشته باشید، میتونید خیلی راحت نظورات خودتون رو واریز بکنید. و اما افرادی که اعلام اشتراک میکنن و من خیر متاسفم بله الان الان فکر میکنم داشته باشم بله خاموش شده بود. خواهش میکنم بله عذرخواهی میکنم. شما عزیزان اسمتون که وارد میشه انشاءالله در دو تا قرعه کشی در طول ماه شرکت میکنید. یک قرعه کشی هفتگی شبه های جمعه برای زیارت عاشورا و یک قرعه کشی ماهانه کمک هزینه تشرف به کربلا. بزرگواری بفرمایید پنل رو روشن بکنید یا علی مدد لطف کنید استارت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد یا علی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 یا علی مدد. سرکار خانم مرضیه بعتهایی با کد اشتراک 67619. سرکار خانم مرضیه بعتهایی با کد اشتراک 67619 برنده هستن انشاءالله در هفته آینده به نام این بزرگوار پخش میشه. من خب تماس رو بگیریم چون میگن خیلی تماس داریم. سرکار خانم شهربانو سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم شبتون بخیر. علیکم السلام. الو بفرمایید. خیلی کوتاه انشاءالله خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. ما صدای شما رو از تهران داریم. ممنون زنده باشید. تو دعا داریم از شما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی الاب الفضل العباس علیه السلام. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه. اسمتون هم نوشته شد روی پرچم مقدس یا حسین. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. جناب آقای الهی از قم مقدس سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید زیارت کنید آقا سید الشهدا رو در این شب جمعه. من میخواستم شما محبت کنید اسم پدرم هم مرحوم پدرم هم رو پرچم بنویسید. حاج احمد الهی. خواهش میکنم بفرمایید اسمشون رو. حاج احمد الهی. بله حاج احمد الهی. بفرمایید زیارت کنید آقا سید الشهدا رو در شب جمعه. بله السلام علیکم یا عبدالله.
السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا حضرت عباس، السلام علیکم یا حضرت زینب، سلام الله علیها جمیعا و رحمت الله و برکاته. قبول باشه زیارتتون، حاجت روا باشید. یا علی. سرکار خانم هاشمی هم از قم پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. بفرمایید خدمت آقا سید شهدا عرض سلام داشته باشید. عذرخواهی میکنم، من صدایی از این خواهر ندارم. متاسفانه صدای این خواهرمون رو نداشتیم. آخرین تماسمون رو دریافت میکنیم از کشور انگلستان، آیه فؤاد. سلام علیکم. سلام علیکم حاج آقا. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید زیارت کنید آقا سید و شهدا رو. خیلی ممنون اجرتون با امام حسین. خواهش میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم یا ابن فاطمه الزهرا سلام الله علیها، السلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیکم ای حضرت عباس، السلام علیکم اخری زینب کبرا سلام الله علیها جمیعا و رحمت الله و برکاته. اجرتان به امام حسین خیر ببینید. تشکر. و همچنین ممنونیم. قبول باشه زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید و هرچه زودتر صحیح و سالم با خانواده مشرف بشید کربلا. من از فرصت استفاده بکنم عرض کنم داغو و نایب الزیاره همه تون هستم. ممنونم از ابراز لطفتون نسبت به بنده و نسبت به عزیزان خدمتگزار در مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و امیدوارم شب جمعه خوبی داشته باشید. یا علی مدد. بنده هم تشکر میکنم از همراهی شما بیننده های محترم با شبکه امام حسین علیه السلام. انشاءالله که حاجت روا باشید. دعاگو و نایب زیارتون هستیم در زیارت هایی که مشرف میشیم، مخصوصا امشب زیارت شب جمعه خاص دعاگو و نایب زیارتون هستیم. انشاءالله که به زودی شما هم مشرف بشید کربلا و از نزدیک زیارت کنید امام حسین علیه السلام رو. بشینم سر جام یا همینجا خوبه؟ وقت همگی به خیر. الحمدلله شب خوبی رو به لطف سید شهدا گذروندیم در کنار شما. ممنونم از شما که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. ممنونم از دوستانم به خاطر همراهی و اینکه گذاشتن بنده همراهشون باشم. در پناه امیرالمومنین باشید. وعده ما پنج شنبه ها 21:30 به وقت کربلای معلا. دوستان عزیزی که موفق نشدن برنامه رو به صورت لایو همراهی بکنن میتونن از طریق فیسبوک و یوتیوب شبکه جهانی امام حسین علیه السلام همراهی کنن و تکرار برنامه رو هم ببینن. یا علی مدد.